بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، وقتتون بخیر. خداوند بزرگ و منان رو شاکریم از اینکه به ما توفیق داد تا با ادامه بحث برنامه سرزمین عشق از کربلای معلا و بین الحرمین آقای امام حسین علیه السلام در خدمت شما باشیم. این که میگم ادامه، چون به خاطر ویژه برنامه های منم مشترکن در این سه شب گذشته پخش برنامه سرزمین عشق با موضوع امام حسین علیه السلام وارث انبیا متوقف شد و انشالله از امشب به ادامه بحث امام حسین علیه السلام وارث انبیا خواهیم پرداخت. و اون دسته از عزیزانی که این موضوع و بحث رو پیگیری میکردن میتونن انشالله از امشب مجدداً به این مبحث توجه بکنن و انشالله استفاده های لازم رو از اون ببرن. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم، طبق روال شبهای گذشته و طبق روال خود برنامه سرزمین عشق، ابتدا عرض سلامی داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکی بیاتی و بعد از اون عرض ادب خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیهما السلام و بعدش انشالله وارد بحث بشیم. حاجا بیاتی، خدمت شما عرض سلام دارم و وقتتون بخیر. خواهش میکنم. با عرض سلام به شما، به بینندگان عزیز و ارجمند و دعای خیر بر همه انشاءالله داریم و سلامتی و تندرستی و زیارت. اجازه بفرمایید از ادب هم بکنیم خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیهما السلام و بعدش ان شاء الله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا الطاهرین، السلام عليك يا جد المطهرين، السلام عليك يا ابن الطاهرين والمطهرين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الشهيد المظلوم، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، السلام عليك وعلى أمك فاطمة أم البنين ورحمة الله وبركاته. خب سلام میدادیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان، سید شباب اهل الجنه و تاج سرمون، مولا و سرورمون آقای امام حسین علیه السلام و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. به نیابت از همه شما خوبان و عزیزان و همراهان همیشگی شبکه امام حسین علیه السلام، انشاءالله که خدا قسمت بکنه تک تک شما عزیزان هرچه زودتر مشرف بشید کربلای معلا و قبر شش گوشه آقای امام حسین علیه السلام رو در بر بگیرید و زیر قبه نورانی و مبارک اون حضرت برای فرج آقای امام زمان دعا کنید ان شاء الله. اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم آهسته آهسته و بپرسیم از کارشناس عزیز و ارجمند برنامه که برای امشب در حقیقت داستان زندگی کدام پیامبر بزرگوار از پیامبران سلف رو برای ما آماده کردند و ارتباط بین زندگی این پیامبر و آقای امام حسین علیه السلام رو هم در آخر برنامه حتما از ایشون جویا بشیم. حاجی بیاتی، امشب راجع به کدوم پیامبر قرار صحبت بکنیم و زندگی نامه کدوم پیامبر رو قرار برای ما تعریف بفرمایید؟ خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين. از زیارت نامه ای که وارد در زیاره ناحیه مقدسه از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودن السلام علی یونس الذی انجز الله له مضمون عدته. بله. سلام و درود بر پیامبر یونس که خداوند متعال او را اون عده ای یا اون وعده ای که داده بود به او داد و انجام داد. بله. امام زمانمون عجل الله تعالی فی فرجه، سلام میکنم به این پیامبری که مظلومانه زندگی کرد و تا الان تاریخ او رو ظلم کرده. عجب. و حتی الان وقتی که ملعونین داعش و با همدستانشون وهابیت که وارد شهر موصل شدن، بارگاه این بزرگوار و حرم و ذریحش رو منفجر کردن، منهدم کردن. به. چون در شهر موصل قبر این آقا هستش، پیغمبر یونس علیه السلام. علیه السلام. بله. یه داستان مفصلی، البته
تهمت های زیادی هم میزنن به تاریخ این پیامبر که انشالله شاید در وقت بحثمون یه قدری از اون تاریخ چند صحبت خواهد انشالله و راجع به تهمت هایی که میزنن و رد تهمت ها انشالله صحبت بشه. بله خواهش. البته پیامبر یونس در سال 800 قبل از میلاد متولد میشه و سنشون 98 سال. بله. و 700 سال 700 قبل از میلاد مسیح فوت و رحلت میکنن. در سن 30 سالگی به پیامبری فرستاده میشن. بعد 33 سال در امت خود تبلیغ رسالت میکنن. در 30 سالگی مبعوث میشن، 33 سال هم تبلیغ رسالت یگانگی خدا و مردم وحدانیت خدا در میکنن. بله. و مشکل این بود در این 33 سال ببین مردم چقدر افکارشون کج بود بد بود، فقط دو نفر به این پیامبر ایمان آوردن. در طول 33 سال فقط دو نفر در طول 33 سال که زندگی کردن و تبلیغ دین میکردن فقط دو نفر. الله اکبر. یک نفر دانشمند بود، تاریخ خونده و دانشمند بود. بله. و دیگری آدم ساده بود ولی عابد بود. درست. کسی که متوجه فقط به عبادت خدا. بعد پیامبر یونس همیشه بر مردم تبلیغ میکرد، به وحدانیت خدا مردم رو دعوت میکرد و اینا، ولی هیچ جوابی هم نمیگرفت مگر اینکه روز به روز کفرشون بیشتر و بیشتر میشد. قومشون بت‌پرست بودن دیگه علی القائل. بله قومشون بت‌پرست بودن و امت گمراهی بودن. و مردم اون وقت مشکل این بود که یعنی چیزای غیبی رو قبول نمیکردن، چیزای محسوس رو میخواستن یا ملموس باشه، باشه بت بذارن درست بکنن و او رو عبادت بکنن، براشون راحت تره تا یک معبودی رو عبادت کنه که اونو او رو ندیده باشن و نبینن. البته عقل انسان قبول میکنه از نظر وحی روحی انسان، معنوی انسان قبول میکنه به چیزایی که نمیبینه، چون یک فطرتی داره انسان و فطرت انسان میتونه ایمان بیاره به چیزایی که اونا رو نمیبینه. مثلا الان از نظر مثلا دانش علم امروز، برق، مثل برقی که الان داریم، هیچ کس برق ندیده یا زخم درد رو ندیده و بعضی از موجهای صوتی رو ندیده ولی ایمان آورده. یعنی الان ما مثلا وقتی که میگیم تو این لامپ برق هست، آثار هستش ولی ما خود برق نمیتونیم ببینیم، قابل دیدن نیست. درست. و همچنین درد انسان میاد میگه سرم درد میکنه، دندونم درد میکنه، درد دیده نمیشه چون عصبه دیگه، یک انرژی خاص عصبی هستش، قابل دیدن نیست ولی ایمانو میارن مردم به درد و مثلا درمان و اینا. و همچنین مسائل مانند امواج صوتی و غیر خیلی از چیزا الان اگه یعنی مهمترینش مثلا تلفن یا گوشی هایی که ما داریم. بله موبایل، امواج وای فای. بله این امواجی که الان داره استفاده میشه هزارها سرعت امواج داره، هر کدوم یک سرعت خاصی داره، یک مقیاس خاصی داره که میاد برای بله با فرکانس های مختلف هر کدومش با سرعت نور جابجا میشه. دقیقاً. بله پس عقل انسان خدا یه طوری خلقش کرده که قبول بکنه اون چیزایی که نتونه ببینه. یعنی حالا میبینیم مثلا ما هیچ وقت اجنه رو ندیدیم و نخواهیم دید ولی خیلی ها ایمان آوردن و قرآن هم یک سوره مخصوص بعد درباره جن گفته شده، سوره جن. و همچنین فرشتگان. پس چیزی که انسان فاصله‌ای که بین خودش و علم غیب هستش، این فاصله فقط عقل میتونه اونجا برسه و غیر از عقل چیز دیگه ما نمیستخدیم. وقتی که میگم خدا یکتا هستش، از نظر دیدن یا بو کردن یا شنیدن نمیتونم ثابت بکنم. یعنی حواس پنجگانه این گونه مسائل رو نمیتونه درک بکنه، ولی عقل با اون فطرت که خدا بهش داده در حقیقت این رو وجدان میکنه و به این مطلب میرسه که باید خدایی باشه، هرچند نادیده، هرچند خدایی دور از نظرها و دور از چشمها، بلکه این خدا باید باشه با اون توصیفاتی که خدای خود عزوجل خودش در سوره هم و سوره در حقیقت توحید بیان میکنه که درست. صمد هست، فرد هست، احد هست، لا اله الا الله هست و الاخر. اون وقت عقل چطور میتونه ثابت بکنه؟ همیشه عقل یه برنامه‌ای داره که تمام چیزهای افکار یا عکس‌ها یا دانستنی‌هایی که وارد شبکه عقل میشه اونجا روی همدیگه چیز میشه،
سخته میشه با هم تجزیه تحلیل میشه بعد تحلیل میشه بعد اونجا عکس دیگری میده. این حالته که عقل داره مثلا یه خبر از اینجا میشنوه یه چیزی از اونجا میبینه اینا رو هم دیگه جمع میکنه یه داستان درست میکنه. درست. و این قابلیت عقل هست که میگه مثلا شما خدا همیشه ما را به این حالت به ما حالی میکنه. میگه شما بیایید آسمون رو ببینید، ستارگان رو ببینید، خورشید رو ببینید، ماه ببینید، زمین رو ببینید، رشد گیاهان رو ببینید، کوه ها رو ببینید، دور خوردن زمین به سوی به طرف آفتاب، تمام اینا رو خدا میگه برید ببینید و از اینها نتیجه میگیرید که خدای که خدا یک کسی اونا رو خلق کرده، درست کرده، تنظیم داده و مدبر امور و مدبر الامور ازش که شما میتونید از راه اون به من برسید و من پیدا بکنید. ایمان بیارید که خدایی هست که تمامی این کائنات رو داره اداره میکنه. خب این خدا خودش خلق کرده و این عقل انسان را اینطوری درست کرده. درست. فطرتش هست. سبحان الله. ولی مشکل اینه چیزای مادی میاد خارج از اون تأثیر میکنه روی خود انسان. مانند اون کسانی که مردم رو گمراه میکنن. مانند مثلا شیطان یه افکاری میندازه بین مردم. مثلا شیطان وقتی که میاد به انسان مسلمان یا مؤمن یا چیز باشه بهش نمیگه کفر بکن. نمیگه از دین خارج بشو. شک ایجاد. یه شکی اول وارد میکنه. بعد میگه بابا خب مشکل نیست شما خدای یکتا رو میپرستی. ولی این بت مثل که مردم مشرکی میگفتن به پیغمبر اسلام اینها به خدا ما رو میرسونن. بیقربونا الی الله زلفا. اینا رو ما رو میرسونن به خدا. یک راهی هستش برای خدا. ولی ما میدونیم این بت‌ها هیچ وقت این کار نخواهند کرد چون سنگه، نه عقل داره، نه خودش تدبیر داره، نه مدبر است. ولی وقتی که ما میاییم به پیغمبر میگیم پیغمبر ما را میرسونه به خدا، یه کار صحیحه و حقیقتش همینه چون فرستاده خدا هست. و همچنین امامای معصوم ما وقتی که ما میگیم امام معصوم یک راهی برای خدا، چون میدونیم امام زنده هست و به قول خود قرآن چون امام شهید هستش و یکی از شخصیتایی که خدا انتخاب کرده میتونه ما را برسونه با اون هدفی که ما میخواییم که یک راهی هستش برای خدا. البته ما امام معصوم را که عبادت نمیکنیم، پیغمبر هم عبادت نمیکنیم. بله. ما کسی که عبادت میکنیم خدا هستش. بعد میگردیم به اصل قضیه. پیامبر یونس هرچی براشون از قدرتهای خدا و معجزه های خدایی نشون میداد اونها ایمان نمی آورد. ایمان نمی آورد. الله اکبر. بعد تا یه مدت رسید گفت اگر شما ایمان نمیارید و کفر میکنید من این شهر را ترک خواهم کرد و دعا میکنم که خدا بر شما عذاب نازل کنه. یعنی نفرینتون میکنه. نفرینتون میکنه. بعد از 33 سال که اونها رو دعوت میکرد و فقط دو نفر دعوت های ایشون رو پذیرفتن. بله. حضرت یونس گفت دیگه یا ایمان میارید یا اینکه دیگه من نفرین میکنم برای شما. بله، چون دیگه ایمان کفرشون روز به روز بیشتر و او تهمت میزدن، سنگ میزدن، توهین میکردن. بله، خیلی حضرت پیغمبر یونس رو خیلی اذیت کردن، خیلی زجر دیدن. و یکی از پیغمبرانی که خیلی صابر بود و نام صابر هست اون بود، مثل حضرت ایوب بود، حضرت یونس هم هست. بله. 33 سال صبر کردن. خیلی. بعد اینجا غضبش که میش میگن به مصطلح عصبانی شدنش به خاطر دین خدا. بله. عصبانی شد، نه به خاطر خودشون، نه با پیغمبر. چون یه چیزی من بگم عزیز. پیغمبر یک انتخابی از خدا انتخاب شد. درست. انتخاب شده خدا. و خدا خودش میدونه یک شخصی که انتخاب میکنه 100%، نه 99%، 100% میدونه که این تا آخرین قطره ای که خون داره یا جون داره در خط خدا هست و هیچ وقت افکارش، رفتارش یا چیزهای دیگه به فکر قضاهای نفس یا مادی نیست. اصلا پیامبران با روحی، با روح عصمت هم در حقیقت همراه هستن، یعنی خداوند اونها رو پشتیبانی میکنه با روح عصمت به طوری که اونها نه خطا میکنن، نه گناه میکنن، نه فکر خطا و گناه رو اصلا به ذهن خودشون. چون اگر ما تهمت زدیم به پیغمبر، به چیز مقام پیغمبری رو یا مقام امام، اگر به او تهمت بزنیم که غیر معصوم هستن دین منهدم میشه. درسته، مشکل داره. چون چطور میشه خدا هدایتگری رو بفرسته که اون احتمال خطا و اشتباه بشه؟ فقط این نیست، یه چیز بزرگتر از این. بفهمید. چون خدا نادیده هستش. بله.
و اگر اون پیغمبری که میخواد بیاد به ما نشون بده باید انقدر پاک باشه، انقدر معصوم باشه که مردم حرفش قبول بکنن. و اگر این پیغمبر خدای ناکرده معصیت کن باشه و آدم معصوم نباشه، من چطور میتونم ایمان بیارم؟ چون حتما یه چیزی گفته برای خودش که مردم رو بیاره به طرف خودش و بر اونها چیز بکنه، پادشاهی یا استفاده شخصی آنها. کلن پیغمبر معصوم باشه. بعد اون پیغمبر وقتی که برگشت و دید اونا هرچی به اونا رو به دین دعوت میکرد و اونا فرار میکردن بد میگفتن و دید دیگه اونا هیچ تأثیری بر اونا حل سیاسی سوال حل نمیشد، دو نفر که اونا باقی موندن، یک عبادت کننده بود که یک عابد بود به نام تنوخا و یک آدمی بود به نام روبیل، یک عالمی بود که بازم اون ایمان آورده بود. پس فقط همین دو شخص، یکی دانشمند بود، بله، که روبیل دانشمند بود ایمان آورده بود و تنوخا یه آدم ساده بود ولی مؤمن بود، با خدا خداشناس بود و خیلی به پیغمبر یونس هم احترام میگذاشت. هنگامی که این پیغمبر وقتی که دید اینا دیگه ایمان نیاوردن، با حالت غمگین و ناراحت و عصبانی از اون منطقه خارج شد، گفت بدونید 3 روز دیگه عذاب بر شما نازل میشه. روز اول آسمان زرد میشه، روز دوم آسمان سرخ میشه، روز سوم آسمان سیاه میشه و اگر سیاه شد تمام شهر زندگیتون منقلب میشه و عذاب نازل میشه و هر چی هست روی این منطقه ای که شما هستید جا به جا میشه و به زمین منقلب میشه به مردمش. همون که در قرآن میفهمد عالیه ها سافله ها، یعنی زیر و رو میشه، زیر و رو میشه. مثل زلزله الان خیلی آسونه، یعنی یه زلزله خدا دستور میده یه زلزله بشه یک جایی به. تمام اون شهر با این زیبایی و این منظره و اون آب و نمیدونم چی زیر و رو میشه، زیر و رو میشه. الله اکبر. و در حقیقت بعد از اینکه حضرت یونس علیه السلام به اونها اختار داد که من بر شما نفرین کردم، به اونها هم نشانه های عذاب الهی رو شمرد که روز اول آسمان فرمود زرد میشه، زرد میشه. روز دوم سرخ و روز سوم سیاه میشه و بعد از که سیاه شد آسمان دیگه عذاب خدا نازل میشه و برای شما راه فرار وجود داره. یه بین دو پرانتز بگم، بله. تو مردم الان قانون های اروپایی من دیدم، تو قانون های کشورهای منطقه خودمون یعنی خاورمیانه اینو ندید، اینو نداریم. فقط میخوان مثلا مردم رو بندازن توی چیز که جریمه بگیرن. اونجا مثلا قبل از که مثلا توی خط رانندگی مثلا برسه به دوربینه که مثلا سرعت را مثلا چیز شمارش میکنه، یک تابلو میذاره که مواظب باشید اینجا دوربین هست، دوربین داره میاد چند کیلومتر دیگه. بعد یه تابلو دیگه مثلا تذکر میده، بعد دوربین میاد که مردم را چیز یکا کنه، یعنی خود هدفش از دوربین گذاشتن این نیست که جریمه بکنه پول در بیاره. بله، برعکس بعضی از کشورها اینه دارم میگم، هدفش میخواد به مردم نشون بده که باید خود آهسته رانندگی بکنید برای سلامت خودتون، برای سلامتی خودتون، سلامتی مردم بهتر هست، بهتر باشه. در حالی که در بعضی از کشورها جای مخفی میذارن حواسشون از یه جوری فقط شکار بکنن که اون پول جریمه رو در حقیقت بگیرن. این ماشین همین دارم میگم چی مشکل ما و مناطق شرق و مناطق غرب، مناطق غرب انقدر فاصله داره. بعد خدا یه چنین حالتی داره، به خدا وقتی که میخواد یک عذابی نازل بکنه یا یک تبلیغ میخواد بکنه یا یک نامه میخواد برسونه، یک دفعه نمیرسونه، اختار میده قبلش، اختار میده اول. بعد این خدا اختار کرده به انسان روز قیامت و آتش جهنم چی، بعد اختیاری خیلی فرستاده، 124 هزار پیامبر رو فرستاده دیگه. فقط این نیست، یه مسئله خیلی مهمی هم هست. خدا میگه من تا ساعت آخر زندگی تا توبه بکنی قبول میکنم. بله، و قبول کردن توبه تا پیش منه و هیچ وقت پاک نمیشه و این خیلی مسئله مهمی است. به خاطر همین حضرت یونس با اونو اختار کرد و گفت تا 3 روز بیشتر وقت ندارید، یا ایمان میارید یا عذاب الهی منم رفتم. درست. خب اگر پیغمبر یونس آدم بدی بود خدای ناکرده، استغفر الله، که دعاش مستجاب نمیشه، دعاش مستجاب نمیشه. بله. حالا قرآن چی میگه؟ و ذنون الذهب مغاضبا، غضبناک، اونم به خاطر خدا، به خاطر دین خدا. بله. و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. شاید من ظلم کردم به این مردم چون عجله کردم. فقط این عجلش که این عجله کردن دعا، البته یعنی از کار پیغمبری خود و منزلت پیغمبری ها کم نمیکنه، چون داره دعا میکنه به دشمنان خدا، به کافرین، به مشرکین. بعد مردم دیدن روز اول واقعا هوا زرد شد، یک هوای طوفانی شد، شن و هوا باد سریع طوفانی زرد، مردم وحشت زده شدن. بله. روز بعدش گفتن خب شاید این یک بادی از بیابون اومده، یا مثلا یک گردبادی اومده بعدا میره. روز بعدش دیدن نه، اون بادی که زرد بود سرخ شد و هوا سرخ شد مانند خون، رنگ خون قرمز، و باد شدیدی هم میوزید و صداهایی از مثل صدای ناله، نه صدای گرنب چیز وقتی که رد و برق یه چنین صداها از آسمان هم میمد. ببین این یعنی یک صدایی برای آماده شدن عذاب. ببین قضیه تسونامی قبل از چند سال پیش در اندونزی و کل منطقه شرق آسیا رو زد. درست. خدا هشدار داد. یه زلزله بعد از تقریبا 40 دقیقه موج دریا اومد. بعد مناطقی که خدا میخواد عذاب بده فرم کنه تا مناطقی که خدا میخواد به اونها هشدار بده، و تا مناطقی که میخواد خدا عذاب بده در وقت ساعتهای صبح یا نصفهای شب اونجا مثلا چیز. اما در مناطقی که فقط خدا میخواد، یعنی چون مسئله طبیعی هستش، در روز میشه زلزله اونجا بیشتری چیز حالتهایی که اگر آدم دراستش چیز بکنه. یعنی در حقیقت بفرمایید که عذاب الهی که در تاریخ اومده برای قوم‌های قوم ثمود و قوم عاد و خدمت حضرت همین قوم حضرت یونس که می‌خواست عذاب بیاد، حالا داستانش میاد که چه اتفاقی براش افتاد، اینها عذاب الهی یا نصف شب میاد یا صبح زود که خوابن. ولی بلایای طبیعی در روزه که اتفاق میفته. چون میگم عذاب مثلا مصبحین، یعنی در اول صبح قبل از طلوع آفتاب، مصبحین اول صبح است که عذاب نازل میشه بر قوم‌های دیگه که میاد. و چون در حالت شب و خواب عذاب بزرگتر میشه، ترس و وحشت بزرگتر میشه تا در روز. خلاص حالا ما بازم مثلا قضیه حضرت لوط، این بحث مفصلی از حضرت برای یک علم خیلی بسیار بسیار خلاصه و ما فقط سر نقطه میگیم. مثلا مردم قوم لوط وقتی که فرشتگان اومدن روز اومدن پیش حضرت ابراهیم گفتن ما فردا صبح بریم اونجا را منقلب میکنیم، منتظر شدن تا بعد از روایت چی میگه؟ سوال میشه از امام معصوم چرا منتظر میشن؟ میگه چون شاید کسی بین طلوع آفتاب و طلوع فجر شاید کسی توبه بکنه، استغفار بکنه، یعنی چون این وقت استغفار هست، وقت شروع به تسبیح میباشد، تمام موجودات و مخلوقات در حال تسبیح میشن، یعنی تسبیح و تقدیس خداوند متعال در ساعت فجر، فجر آفتاب یعنی فجر صبح تا طلوع آفتاب. ببینید تمام پرندگان و یک هوای نسیم خاصی داره. بعدی روایت خیلی جالبی هم داریم که اون ساعت عروج فرشتگان زمین که شب اومده بودن و آمدن پایین فرشتگان دیگری روز بعدش. همون تایم نماز صبح. بله. ما در حقیقت در اون تایم نماز صبح رو به جا میاریم. بله. خدا میگه ان و قرآن الفجر کان مشهودا، میگه قرآن فجر نماز صبح فجر کان مشهودا، قابل دیدن است که هم فرشتگان شب او را میبینن هم فرشتگان صبح، و ثوابش دوبل است. بسیار بسیار. اگر اجازه بفرمایید بحث ما به اینجا رسید، حقیقتا تعمق کردن و تدبر کردن و تفکر کردن در آیات قرآنی و معجزات خدای عزوجل یک لطافت خاصی به قلب انسان میده. اجازه بفرمایید حالا که بحث به اینجا رسید، تقریبا به نیمه برنامه هم رسیدیم، یک بزرگی صلوات بر محمد و آل محمد که من برنامه ببینیم بعدش به ادامه بحث بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حضرت موسی و امام حسین علیهم السلام کلیم الله. هنگامی که موسی علیه السلام به سراغ آتش آمد، ناگهان از ساحل راست وادی در آن سرزمین بلند و پربرکت از میان درخت ندایی داده شد که ای موسی، منم خداوند پروردگار جهانیان. بدون شک خداوند قدرت دارد امواج صوتی را در هر چیز بخواهد قرار دهد و خداوند در این مورد امواج صوتی را در میان یک درخت قرار داد، چرا که می‌خواهد با موسی سخن بگوید و از آنجا که آغاز نبوت موسی علیه السلام این گونه شروع شد، لقب کلیم الله به او داده شد. سخن گفتن خداوند با امام حسین علیه السلام در کنار قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها. انس ابن مالک میگوید مناجات دلانگیز و پرشور امام حسین علیه السلام در نزد قبر حضرت خدیجه علیها السلام به جایی رسید که دیگر صدای دلنوازش نیامد. درست اینجا بود که به ناگاه ندایی شنیدنی در فضا پیچید. ندا این بود: لبیک بنده محبوبم، لبیک. به راستی تو در کنف حمایت من هستی و هر آنچه را گفتی همه را شنیدم و دانستم. فرشتگانم برای شنیدن صدای تو شور و اشتیاق می‌ورزند. پس تو را همین افتخار بس که ما راز و نیازت را شنیدیم. دعایت در بارگاه ملکوت و در حجاب‌ها در جولان است و همین تو را بس است که ما پرده‌ها را کنار زدیم، به گونه ای که اگر نسیم رحمت از اطراف آن بوزد، انوار جلال حق او را می‌پوشاند. هرچه می‌خواهی بدون بیم و هراس و بدون حساب و اندازه بخواه، چرا که من پروردگار تو هم. حضرت موسی و هارون، امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهم السلام. و برادرم هارون زبانش از من فصیح‌تر است و او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند، می ترسم مرا تکذیب کنند. فرمود: بازوان تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست می یابند و شما و پیروانتان پیروزید. امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام. امام حسین علیه السلام نیز قصد دارد با یزید طغیانگر مبارزه کند و در این راه احتیاج به کمک الهی دارد و خداوند برادرش حضرت عباس علیه السلام را برای او قرار داد تا او را یاری کند و در کار او شریک باشد و با زبان فصیحش او را کمک کند و پشت او را محکم گرداند. زمانی که تاریخ کربلا را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم حضرت عباس ابن علی علیه السلام در صحنه‌های مختلف یار و یاور برادرش امام حسین علیه السلام بوده است. بعضی از مواردی که حضرت عباس علیه السلام برادرش را یاری کرد: 1. سخنرانی در کنار کعبه و دفاع از امام حسین علیه السلام زمانی که می‌خواستند با نقشه یزید امام را ترور کنند. 2. آب آوردن از شریعه فرات بعد از بسته شدن آب از هفتم محرم تا روز عاشورا. 3. به عقب برگرداندن سپاه دشمن در عصر روز نهم محرم. 4. پشتیبانی از بانوان و کودکان حرم و دلگرم بودن آنها با حضور دلاوری شجاع همچون عباس ابن علی علیه السلام. 5. عدم قبول امان نامه دشمن و اعلام وفاداری در شب عاشورا. 6. علمداری لشکر امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. 7. تهییج و تشویق برادران برای جنگ و یاری امام حسین علیه السلام. خب امیدوارم که این میان برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشد که ادامه بحث رو خواهیم داشت با حجت الاسلام و مسلم شیخ زکی بعدی راجع به حضرت یونس علیه السلام. حجت بعدی، اگر راجع به این آیه که حالا
در نماز قفیله هم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. این فظن ان لن نقدر علیه این یعنی چه؟ اگه ما دار توضیح راجع به این قضیه بدید ممنون میشه. البته اینجا فظن ان لن نقدر علیه یعنی خصب نشون بده که ما ایناری که تو نتونستی اونا رو هدایت بکنی و نشاد فکر نکن که ما نمیتونیم، ما میتونیم اینا رو هدایت بکنیم. که در فکرم در ادامه داستان میاد قضیه. بله قضیهش میاد. بسیار عالی. خب خواهش میکنم چون عجله کردم عزیز با. چون من برام سوال پیش اومد اتفاقا چه. گفتم که خب چیه فلان نه لا سبحان الله. بله خب بفهمم بعد خدمت هستم عذر میخوام. خواهش میکنم. بعد این پیامبر روز دومش هوا که سرخ شد منقلب شد مردم فهمیدن خبری رفت بشه. این واقعا اون عذابی که حضرت یونس پیش بینی کرد داره اتفاق میفته. اومدن دنبال حضرت یونس بگردن. دیدن حضرت یونس با اون عالم از شهر رفتن بیرون خارج با اون دانشمند بله رفتن بیرون با روبین فرمود روبیل و فقط تنوخ روبیل بله بله روبیل بله تنوخا مونده بود که اون آدم عابدی بود یک صومعه روی کوه درست کرده بود برای خودش اونجا عبادتگاه خودش بود و عبادت میکرد درست مردم اونایی که آشنا بودن با وضعیت حضرت یونس علیه السلام و پیغمبر و اونا و پیروانه؟ بله نه پیروانه ایسه کسی نداشت همون تنوخا و روبیل تنوخا و روبیل بود گفتن بریم از اون عابد چون ایمان آورده بود به این پیغمبر سوال بکنیم چکار کنیم؟ اومدن سوال کردن از تنوخا گفتن آقا شما با حضرت با پیغمبر یونس رفاقت داشتی پیروش و اونم ایمان آورده بودی خدمتش میکردی آیا چیکار بکنیم که خدا ما رو ببخشه خدای یونس؟ داره میبینیم عذابم اومده بله آسمون گرومبه و رعد و برق اومده داره زمین رو میلرزونه بله یعنی فقط امشب فردا منقلب میشه آسمان سیاه میشه و کم همه چیز تمام میشه درست و پیغمبر یونس العبد الصالح اون آدم خوب و راستگو به ما وعده داده بود که سه شب سه روز این حالت آسمان پیدا میکنه درست. این دو روزش روز دوم است باید عجله بکنیم چیکار بکنیم گفت شما میخواید قلبن ایمان بیارید که میخواید فقط یا میخواید فقط میخواید عذاب رد بکنید گفتن نه چون ما الان داریم میبینیم و این توبه ما توبه نصوح هست درست توبه ترس نیست هرچند داریم میترسیم به و داریم غضب خدا رو میبینیم میبینیم و الان اون پیغمبری که از ما ناراحت شد و عصبانی شد بالای ما چون کافر ما بودیم با او با سنگسار میکردیم الان دلمون شکست که ما باید برگردیم به اون دینی که این آقا داشته و ایمان بیاریم چی کار بکنیم؟ گفت یه را داره فقط من شنیدم از پیامبر یونس اون عبدالصالح را من شنیدم ازش که صحبت هایی داشته که چی کار بکنین اگر شما میخوایید از عذاب الهی در امان بمانید بله در امان بمانید و خدا قبول بکند توبت شما را بله. البته این یک حرکت خیلی بزرگی بود که خدا میخواد نشون بده به کل مردم از اول زمان آدم علیه السلام بله. تا روز قیامت میخواد نشون بده یعنی پیامبر اگر بازم عذاب خاص نازل بشه و خدا خاص بندگانش را رحم بکنه اگر توبه کردن و حرف اون پیغمبر رو گوش دادن خدا بازم قبول میکنه به جای توبه بازه بازه قربون رحمانیت و واقعا یک داستان برم. عجیبی این در بله. قرآن آمده و وقت بعضی همین در تفاصیل میگن چون مردم ول کرد این پیامبر و عصبانی شد و غضبناک شد خدا هم او را شکنجه را در شکم ماهی در شکم اون نهنگ رود تو نهنگ یا یه تهمت دیگری هم میزنن که چون به ولایت اهل البیت ایمان نیاورد خدا یعنی ایمان آورده بود ولی دلش زیاد چیز نشد تعلل کرد بله استغفر الله که اینطوری باشه یعنی میشه به پیامبر یک چنین به پیامبر یک چنین تهمتی زده بشه پیامبر خدا این خدا انتخابش کرده و اگرم انتخابش نکرده بود که پیامبر نمیشد و معجزه بزرگی که این پیامبر داشت از غیب میگفت و یکی از علم غیب قضیه عذاب اون مردم بود پس دلیل اینکه حضرت یونس علیه السلام در شکم اون نهنگ افتاد و اون سختی رو کشید پس چی بود دقیقاً ما گفتیم هرچی ایمان بیشتر هرچی انسان ایمانش بیشتر امتحانش سخت امتحانش سخت درست امام موسی جعفر سلام الله علیه موسی بن جعفر یه روایت خیلی قشنگی داره میگه المؤمن کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه هر چی مؤمن ایمانش زیادتر میشه بلا و امتحانش بیشتر سخت‌تر و بیشتر میشه بله یعنی فکر نکنه انسان اگر
خوب نماز بخونه و خوب روزه بگیره و آدم خوبی بشه از امتحان در میره. برعکس امتحان و بلا بیشتر نزدیک اون چی که درجهش بالا ببره. یعنی همونطور که حضرت ایوب علیه السلام با اون شدت با اون سختی امتحان شد و سالیان سال فرزندانش از بین رفتن که اون شب در حقیقت چند شب پیش بیان فرمودید حیوانات و در حقیقت مزرعه هاش از بین رفتن، فرزندانش از بین رفتن و 8 سال هم در بیماری به سر برد، امتحانی بود برای بالا بردن مقام اون پیامبر. در مورد حضرت یونس هم بلعیده شدن توسط اون حوت و اون نهنگ امتحانی بود تا مقام این پیامبر بالاتر بره و ارتباطی به گناه نداره چون پیامبران معصوم هستن. وقت خدا چون خدا مثلا یک خدا وقتی که یک نفر به پیغمبری انتخاب میکنه اون رو میخواد عذاب بده، میخواد شکنجه بده، چون سفیر خداست، پیامبر سفیر خداست روی زمین برای مردم. بعد این آقا ناراحت میشن از دست این مردم، میبینن این مردم دیگه هیچ وقت به درد ایمان آوردن نمیشن، ترک کرد رفت بیرون از شهر، عذاب خواست نازل بشه، اومدن به تن اوخا متوسل شدن که ای تن اوخا تو نماینده اون آقا هستی، ایمان آوردی به اون آقا به ما یاد بده. حالا این چطوری یاد داد؟ و اون درس را میخواد به ما یاد بده. و بزرگترین درسی که ما از حضرت یونس یاد گرفتیم دو تا درسه. یک درس اول نماز و غفیله. بله. اون امتحان شدیدی که اون آقا امتحانش با بهترین درجه پس دادن و ما از اون باید یاد بگیریم. مسئله دوم راه و طریقه استغفار و قبول شدن که مردم چطوری؟ وقت تنو خواب بهشون گفت یک راهی هستش که باید شما بیایید پیش خدا با حالت غم، گریه، ناراحتی، تضرع و زاری، تضرع باشید و در یک حال خاص که خدا قبول کنه از شما. خب اون چه حال خاصی بود؟ اول لباساتون رو برعکس بپوشید که حالت شکستگی رو بر خود نشون بدید. بله. وقتی که از خونه ها میایید بیرون و دعا را زیر آسمان بگید، در خانه نگید، چون در خانه شما معصیت کردید. این خیلی مهمه. امام جعفر صادق میگه اگر خواستی دعا داشتی خواستی مستجاب بشه، برو زیر آسمان. شما دعا بکن فرزندات بگن الهی آمین. چون فرزندا بی گناهن و دعا زیر آسمان، چون داخل اتاق بعضی وقت آدم ممکنه گناه کرده، ظلم میکنه بر خودش، گناه میکنه. از خونه برید بیرون، بیایید بیابان، لباساتونو برعکس بپوشید که حالت منکسر، خاضعا منکسرا. در این وضعیت کسی که آدم خودش نشون بده بدبخت، فقیر، مسکین. بعد حیوانات را هم با خود بیارید که گرد و غبار بلند بشه. درست. که با حالت و غبار و فرزندان حیوانات را از مادرهاشون جدا بکنید که به صدای حیوانات اینا مادرشون صدا بکنن و مادرها فرزنداشون صدا بکنن. یعنی یک حالت، یک جوی از استغاثه، یک جوی از توسل و فریاد و هم همه در این شرایط حاصل بشه و در این شرایط و این نشانه ای هستش که فعلا شما میخواهید رحمت خدا بر شما نازل بشه و واقعا مطمئنن و 100% میخواهید بخشش خدا رو درخواست بکنید، نه اینکه بخواد خدای نکرده مثلا فقط ما آقا آدم شدیم تموم شد، نه بزنید، کلک باید بزنید. نشون بدی توبه کردن، باید اول خودش آدم نشون بده توبه نصوحش رو تا خدا قبول بکنه. مثل این درس این آقا، هر چیزی یک روش و اسلوبی داره، یعنی به این سادگی ها نیست. بعد اینا گفتن ما قبول میکنیم، گفت اگر شما خواستید، گفتن پس شما چون عابد هستی و در دین خدا بهتر میدونی بیا ما را هدایت بکن، وجیه هستی شما. بله. اینا آوردن اونا چیزایی که این آقا به اونا گفت، اومدن تو بیابون. یه مسئله خیلی مهم، اهل البیت صدا برداشتن و توسل کردن به پیغمبر خدا و به علی ابن ابی طالب و فاطمه و شبر و شبر، یعنی حسن و حسین، متوسل شدن به این نامهای مقدس نورانی خدا که اونها را نامیده که خدا اونها را ببخشه. یعنی حتی قوم یونس هم به 5 تن آل عبا متوسل شدن برای برطرف شدن این عذاب الهی. بله. به خاطر همین خدا وقتی که دید اونا با از ته دل اومدن توبه کردن، توبه اونا را قبول کرد و اون عذاب برطرف شد. اون عذاب برطرف شد و اون غیمه یا مثلا باد سرخی که باد سرخ و ابرهای سرخ قرمز خونین که اومده بود روی شهرشون برطرف شد. هوا روشن شد و باز شد.
توبهشون هم قبول شد. خب حالا ببینیم حضرت یونس ببینیم کجا شد و تمام اون روستا ایمان آوردن دیگه، انسان‌های مؤمنی شدن. بله تمام اون روستا دیگه ایمان آوردن دیگه. بسیار چون اینا قوم حضرت موسی بودن و... خب حالا حضرت یونس قضیه چیه؟ حضرت یونس حالا روایت دو تا، یکی لب دریای چون تو شهر فلسطین بودن اونا. بله. شهر موصل خودش متولد فلسطین است و شهر موصل پیامبری میکرد. درست. و اون شهر شهر موصل بود. آها. موصل عراق. بعد ما دو روایت داریم، یک مدفون در فلسطین و روایت دیگری مدفون در شهر العماره عراق. بله. اونجا یک مرقدی داره و یک مرقدی هم من زیارتش کردم در شهر کوفه. برای حضرت یونس یعنی سه جا روایت شده. بله. که ایشون مدفون هست. بله. نه ببخشید، دو جا در کوفه، عماره مال عزیره. بله. در کوفه و در فلسطین. پس موصل چی بود که فرمودید در موصل؟ موصل اونجا چیز هستش، مقامش، مقام و دفنش، چرا قبرش هم هست. پس شد سه جا که آره، موصل و کوفه و العماره نبود، موصل و کوفه و فلسطین. فلسطین درست. البته گفتیم قبرش رو منهدم کردن. بله. این داعشیان ملعون. بله. و ما زیارت کردیم قبرش و مقامش در چیز در شهر کوفه، روی رودخونه شط فرات. درست. اونجا یه قبر و بارگاه مفصلی داره. بله. بعد ایشون که وارد از شهر خارج میشه، حالا روایت میگه اومده به شهر کوفه، اونجا سوار کشتی میشه، از بغداد سوار کشتی میشه. بعد یک نهنگی به دریا و از دریا وارد سرش از اون دریا یا رودخونه خارج میشه و خطاب میاد به اهل، به مردم اون کشتی، اون کشتی که باید شما یک نفر رو انتخاب کنید، قرعه کشی بکنید، یک نفر رو بندازید به این نهنگه بخوره. درست. حالا من حکمتش چی بود من نمیدونم. سبحان الله. کار قضیه داستان اینطوریه. کار خداستی. میگه سه بار قرعه میکشن، گفتن این مهمان ماست. سه بار قرعه میکشن به نام حضرت یونس میاد. الله. گفتن بابا این مهمان ماست، آدم صالحی است، با خدا است، نمیشه این کار رو انجام بدیم. دیدن نه، این نهنگ ای بالا میره میاد پایین و خواست تمام این کشتی را منقلب بکنه. بعدش و گفتن یه قرعه کشید. بله. قرعه کشی سه بار بفرما آقا. خودش انداخت و آب و نهنگ هم برید. دیگه این اراده خدا هستش، مثل همون ناقه‌ای که از کوه خارج شد. برای حضرت صالح یه مسائل خاص واقعا قرار نیست همه رو ما بشیم با حساب دو تا چهار تا عقل خودمون محاسبه کنیم بگیم آره این میشه یا نمیشه. اراده خداست. خدا خواست نشون بده به مردم اون موصل که اگر شما به این پیامبری که من انتخاب کردم براتون ایمان نیاوردیم، من این پیامبر رو میتونم کاری بکنم که این پیامبر بعد از 40 روز تو داخل شکم نهنگ رو زنده برگردم. زنده برگردم و من این قدرت رو دارم، این قدرت دارم، معجزه رو دارم. این که عذاب نبود. بله. هرچند این پیامبر خیلی زجر کشید. بله. خب امتحانش بود دیگه. بله. امتحان الهی بود برای وارد حالا داخل نهنگ فی ظلمات ثلاث. الله. یعنی سه تا تاریکی، تاریکی شب، تاریکی داخل دریا و تاریکی شکم نهنگ. شکم نهنگ. سه تا تاریکی، در اون تاریکی تسبیحش رو نکرد. سبحانك چی میگفت؟ بله. سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. خدا چی میگه جواب اون تسبیح؟ میگه واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یعنی چون مؤمن بود، ایمان آورده بود به من، پیغمبرم بود، خدا خیلی او را دوست داره، خیلی پیغمبری اون را دوست داره. بعد از مدتی که از امتحان خارج شد، خدا دید این تسبیحش رو ترک نکرد. بله. و درجه امتحان 100% بالا گرفت. خدا او را دستور داد به اون نهنگ بیاد او را لب آب خارج بکنه از بدن خودش. بله. چی میخورد؟ الله اعلم. چطوری تنفس میکرد؟ چی مینوشید؟ ما نمیدونیم. چطوری میخوابید؟ ما نمیدونیم. فقط خدا. و 40 روز این اتفاق. بله. روایت میگه 3 روز، روایت میگه 40 روز. یک روز یک ساعتش هم حقیقتا. انسان اگر 5 دقیقه اکسیژن نرسه بهش بله میمیره. الله اعلم. اراده خدا هست. بله. یکی از معجز خدا. حالا این رو اگر بگیم از پیامبرانی هست قدیم 800 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، مردم باور نمی کنن. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که دیوار خانه کعبه برای مادرش شکافته شد. بله. 3 روز اونجا حضرت آمنه بنت اسد اونجا بودن. بله. و بعدش بیرون آمدن با فرزندی که اون وقت اینجا تهمت میزنن، میگن اون زمان کعبه قدسیتی نداشته چون پر از بت بود. میگم لامصب
پر از بت بود که این معنی نمیکنه که جای مقدسی نیست. پیغمبر همون جایی که پر از بت بود طواف میکرد، 360 بت داخل کعبه بود. بله، به غیر از بتایی که اطراف کعبه بود پیغمبر اونجا طواف میکرد، چون مسئله بت اونو آوردن نجس کردن. درست، شرک است. خود مکان قدسیت خودشو داره، قدسیت داره، خانه خداست. به حقیقت اینه که فرمود لامذهب، واقعا اسناد لامذهب این حرف رو بزنه. مثلا هیچ مذهبی از ولایت علی بن ابی طالب بزرگترین مذهبی هستش. درست، ولایت داشته باشه. عزیز سید، حالا ببینیم اوجه تشابهی با این پیغمبر. این پیغمبر را با سنگ زدن مردم اینجا، مردم بنی امیه و کسانی که لشکریان کوفه که جمع شدن، امام حسین رو با سنگ سنگسار زدن. وجه شبه حضرت یونس و آقای امام حسین علیه السلام. حضرت یونس رو با سنگ می‌زدن مردم شهرش که ایمان نمی آوردن، آقای امام حسین قربونشون برم. الله اکبر. بله، مردم امام حسین از شب هفتم تا روز دهم آب نخوردن. حضرت یونس در این سه روز در شکم نهنگ بود. بله، و آب نخوردن. درست، روایت داریم. و وجه تشابه دیگه، هر چی امام حسین به اونها تبلیغ میکرد و میفرمود درباره خصلتی که امام حسین داره، قربتی به پیغمبر که داره، خصلت امامت البته، بله، ایمان نمی آورد. فقط همون عده قلیلی که ایمان آورده بودن، از یاران آقا بودن، همونطور اصحاب و در حقیقت و همون حالتی که پیغمبر یونس یک امتحان بزرگی در جلوش داشت و از امتحان سربلند خارج شد، همچنین امام حسین همون سربلند خارج شد از امتحان. دقیقا بعضی میگن چطور سربلند خود شهید شد؟ نه، شهید شدن امام حسین نه به خاطر نفسش، شهید شدن به خاطر دین خدا، دین خدا روشن شد، دین خدا به دین حق خدا بر باطل پیروز شد، پیروز شد و شکر شد. یزید 3 سال بعد از امام حسین دیگه نموند و تا الان یادی از اون نمونده جز لعنت و نفرین، و از آقای امام حسین علیه السلام نور و برکت هستش که به تمام جهان ساطع میشه. حالا این پیامبر حضرت یونس سلام الله علیه یه هدیه ای به ما داده. اگر یک مشکلی ما داشته باشیم در قنوت، در حال نماز، بله، نمازهای واجب در قنوت، وقتی که آدم یه مشکلی داره، مریض هستش، مشکل داره، گرفتاری داره، این آیه را چندین بار تکرار بکنه و ذکر روزش باشه، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. این آیه رو بخونه، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. این آیه رو تکرار بکنه. نیازی از ابتدای بدن نونه، نه نه، فقط همین قسمت اخیرش سبحانك. اون مال نماز قفیله است. بله، فقط این قسمت از آیه رو بخونه، سبحانك، چون داری تسبیح میکنه خدا. بله، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. بسیار عالی. وقت خود آیه میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرقی نمیکنه جای سبحانک ابتدا باشه یا انتها باشه؟ نه خب کلا آیه رو بخونه خب چی مهمتره، چون در قنوت خب شخص حتی به زبان خودش هم میتونه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، در قنوت خب شخص به زبان خودش هم میتونه در حقیقت. بله بله، ولی کلا آیه رو بخونه، اگر به ترتیب آیه بخونه مطمئنا بهتره. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسیار عالی، بسیار عالی. بله بله، خوب شد توجیه کردی. سلام باش، نخواهش میکنم. ولی خب حتی در قنوت دعا هر گونه که دعا بشه، نه نه، آیه رو بخونه. آها، به استاد آیه بخونه، دستور آیه. بسیار عالی. خب راجع به حضرت یونس نمیدونم، بازم هنوز مطلبی هست؟ حضرت یونس دیگه تموم شد، ما گفتیم در 98 سال زندگی کردن. بله، و مدفون هستن در موصل، در کوفه هستن و در موصل، در موصل. بله، و کجا تأکید بیشتر دقیقا؟ تأکید بیشترش همون در کوفه هست، در کوفه هستش. خب ما هنوز وقت داریم، فرصت داریم تا پایان برنامه تقریبا نزدیک 20 دقیقه یا 17-18 دقیقه امکانش هست به پیامبر دیگری بپردازیم. بله، یه پیامبر عزیز دیگری هم منتقل بشیم، بحثمون منتقل بشه، و این از بازم از بزرگترین پیامبرانی که معجزه بزرگی داشتن. بله، و در قرآن هم ذکر شده. معجزه این پیامبر دیگه خیلی عجیبه. کدوم پیامبر؟ قبل از که وارد این اسم این پیامبر زیارتش بخونم. بله، السلام علی عزیر الذی احیاه الله بعد موته. سلام بر عزیر، پیامبر خدا عزیر، اون کسی که خدا او را احیا کرد بعد از مرگش. این برای این کسانی که ایمان ندارن به مرگ. بله، و میگن اگر ما مردیم دیگه چطوری ما رو خدا احیا میکنه، با خدا ما رو برمیگردونه. حضرت عزیر در سن 30 سالگی
به پیامبری فرستاده میشه. ایشون هم در 30 سالگی. بله. ایشون یه برادری داشتن اسم او عزرا. بله. عزرا و عزیر. توأم هستن. دو قلو هستن. دو قلو بودن. بله. یک روز دنیا میان. یک ساعت دنیا میان. و با یک ساعت هم از این دنیا میرن. سبحان الله. فرق سنشون 100 سال. بله. یعنی عزیر 50 ساله از این دنیا میرن و عزرا 150 ساله. یه نفر میاد از امیرالمومنین سوال میکنه. گفت یا امیر، یکی از یهودی ها البته. به. گفته یا امیرالمومنین، من یه سوالی دارم، اگر جواب دادی من مسلمان میشم. میدونم که تو از تاریخ ما بهتر میدونی. به. گفت سوال بکن. گفت سوال من این است که دو تا برادر هستن. دو قلو. یه روز متولد میشن، یه روزم فوت میکنن و یکی از دیگری 150 سال 100 سال بزرگتر. 100 سال بزرگتر. این چطور اتفاق میفته؟ این چطور اتفاق میفته؟ حالا برن کل دنیا رو سوال بکنن بلد نیستن. اون موقع هم دیگه نظریه نسبیت انیشتن و اینا نبوده که بگه یک سفر با سرعت نور داشته باشه بره و بگه این قضیه که حالا بخدا. بله، حالا حتی اینم اگرم نباشه اصلا کلا عقل انسان قبول نمیکنه. قبول، درسته. یعنی حالا به یه نفر بگو بابا این دو نفر برادرن، یه روز متولد، اصلا قابل چیز نیست، قابل قیاس نیست. درست. یه روز متولد میشن، یه روزم میمیرن، این از این 100 سال بزرگتره. یه کجا عقل قبول میکنه؟ ولی قرآن میگه باید قبول بکنی، باید قبول بکنی. بله. خب این پیامبر این یه خورده آب داشته، با یک چارپا داشته با خودش، بله. الاغ داشته با یک قطعه نون خشک. قضای حضرت عزیر به همراه خودش قضایی داشته و سوار بر چهارپا از مسیری حرکت میکنه. بله. ایشون در سن 30 سالگی از یک شهر بزرگ مانند بیت المقدس کامو فلسطین. بله. از اونجا کرد میشه می تمام این شهر منهدم شده، چون نبوخذنصر حاکم عراق بود اون زمان، بابلیون، حمله میکنه به بیت المقدس، اونو منهدم میکنه، مردم رو میکشه، تمام لاشه های مردم رو هم دیگه نرسیدن دفن بکنن. الله. همینطور خونه ها رو خراب کردن، آتش زدن و مردم رو کشتن و برگشتن. بخت النصر فرمودید. بله. بله. ایشون که اومد و دید این شهر اینطوری خراب شده و کلا هر چی دیگه چیزی نمونده و خونه ها خراب شده، مردم این همه استخون روی زمین افتاده، تعجب کرد. گفت فلا این خراب شدن این زمین و منطقه و این سرزمین و مردم، النایحی الاوام و یعنی کجا خدا میتونه اینا رو برگردونه؟ البته این سوال چون پیامبر بود خودش، بله، و سوالش کسی نادان نبود، از روی انکار نبود. نه، از روی انکار نبود، از روی تعجب. تعجب بود. بله. مانند حضرت ابراهیم، بابا نشون بده چطوری این کبوترها را مثلا چطوری شما تحیل موتا؟ بله. چطوری خود اربعتا من اطایر خود بگیر چهار تا از پرنده ها رو بگیر در هم بکوب، بگیر بکوب با گوشکوب و بعد هر کدوم رو در سر یک کوی قرار بده، تأتی که سعیابه، یأتی نک سعیابه، و همچینی مشکلی برای پیش خدا خیلی آسونه. بله. بعد ایشون که این سوال رو کردن تموم شد، رد شد از اون شهر، وارد یک منطقه کوهستان بود دیگه اون دورش، خسته بود، زهر شده بود، دید یک کهف، قار، یک قاری دید، بعد خواست استراحت بکنه. به چارپایش را در اون قار بست، خودش هم وارد اون قار شد، خستگیش که در بره نشست، خوراکش هم اوورد، خوراکش هم یک ظرف آب با یک قطعه نون، خواست بخورید خشکه، نون را گذشت تو آب، خوابش برد. حضرت عزیر علیه السلام. بله، سلام الله علیه. خوابش بود، همون که خوابید رفت. این خواب 100 سال خوابید. 100 سال خوابید. در حقیقت مرد دیگه، خدا جونش رو گرفت. اماتو، یعنی امات مرد. مرد، چون خواب تنفس میکنه، مثل اصحاب کهف خوابن، نمردن، خواب بودن. درست، نفس میکشه. و تو الان خواب، تو الان هست. بعد ایشون وقتی که نگاه کرد، قبل از که خوابش ببره بخوابه، نگاه کرد هنوز زوال نشده، یعنی هنوز آفتاب به غروب نکرده. نه زوال یعنی وقت ظهر. زوال آفتابی که میاد میرسه به وسط آسمان، بعد از که از آسمانی خود
شروع میکنه به غروب کردن میشه، میشه وقت زوال. این هنوز آفتاب به زوال نرسیده، یعنی هنوز ظهر نشده بود. نشده بود درست، نزدیک ظهر، نزدیک ظهر بود. نگاه کرد هنوز نزدیک نبود، نزدیک ظهر نشده، خوابش بود. درست، بعد از 100 سال بیدار شد، دید خورشید تازه رد شده از زوال. حکمت سبحان الله. بعد اینجا میگه من چند ساعت خوابیدم، مثل که یومن او بعض یوم، یا یه روز خوابیدم یا مثلا یه مقدار 3-4 ساعت مثلا. آره مدتی از روز، روز نگاه کرد افتاب و اینا. نه آقا جون، 100 سال شما مردید، سبحان الله. ولی تو این معجزه رو میخوام نتو نشون بدم. یک، به قضات نگاه بکن، دیدم اون آب هست بله، و اون نونی که تازه تو آب گذاشته بود هنوز تر نشده بود. لم یتسنه، لم یتسنه، الله اکبر. خیلی عجیب، و اون نون هنوز خشکه، تر نشده. و والا خب اینا رو بخور، بیا بیرون، بیا بیرون، انظر الی حماری، انظر یه نگاه بکن به این چارپایی که داشتی، هیچی پودر شده، استخوان خالی، استخوانم نمونده، پودر شده. الله اکبر، 30 سال استخوان دیگه از بین میره. بله، خب باد و بارون و آفتاب، یک قطعه از آن استخوان از اون الاغی که اونجا داشتم دید. یک دفعه نگاه کرد، گفت نگاه کن من چطوری، من اینا رو خواست اینجا رو نشون بده براش. واقعا هم نگاه کرد که سبحان الله، سبحان الله، استخونا جمع شد از این خاک ها، الله، بعد روی اونا اعصاب اومد، بعد اینا گوشت اومد، بعد از اون پوست اومد، بعد بلند شد، شد الاغی که تمام، الاغی که قبلا، الله اکبر، سبحان الله. تعجب نداره، بله، حسین خیلی آدم با خدایی بود، مقرب درگاه خدا، معجزه‌گر بود و دعاش مستجاب بود. برمیگرده شهر، بله، میبینه راه همون راه، ولی شهر اون که خراب شده بود آباد شده، همون شهری که خراب شده، خراب شده بود، بیت المقدس فهم، بله، آباد شده، مردم در حرکت، فروش و زندگی، خیلی ها ازدواج کردن و مردن و زنده شدن و زاده. 100 سال دیگه، 100 سال گذشته، یک قرن گذشته. حالا اومد در خونه شنه که بلد بود، بله، اومد در خونه رو زد، دیدی خانم عجوزه نابینا در اومد، سلام علیکم، السلام، خانه عزیر اینجا، گفت بله، گفت شما کی هستی، گفت من عزیرم، گفت دروغ نگو، 100 سال عزیر رو گم کردیم، از شهر خارج شد دیگه. ها، یعنی در که زد به اون پیرزن گفت من عزیرم، اون پیرزن گفت دروغ نگو، 100 سال عزیر ازش خبری نیست. آره، ها، ای داده. بعد بهش گفت اگر تو عزیر هستی، گفت من عزیرم، گفت اگر تو عزیر معجزه گره، اگر تو عزیر هستی ثابت بکن برام. گفت چی میخوای برات ثابت کنم؟ گفت دعا بکن چشم برگرده، بله، روشنایی چشم برگرده. خوبه دی، خوب دعای هم هست، بگیره بالاخره ایشون بینا شد، نگیره لاغر مشخص شده. خدایا پروردگار، در یک دعای شفا به این خانم، وقتی که دعا کرد چشمشون بینا شد، واقعا تو عزیر هستی. قضیه چیه؟ گفت این چنین حالتی اتفاق افتاد، بعد از یه خورده برادرش اومد، ریش سفید، عصابه در، همون برادر دوقلی که فرمودید، برادر دوقلی، یعنی از اون 100 سال بزرگتر، بزرگتر، بله. بعد میگه، روایت میگه 30 سال بعد از اونم زندگی کرد. آها، که در حال، یعنی در 60 سالگی ایشون از دنیا رفتن، برادرشون هم که 100 سال دیگه بزرگتر از ایشون شده بودن، 150 سال زندگی، بعد از 150 سال که زندگی کردن فوت کردن، سبحان الله. به در بیت المقدس همونجا هم دفن است. یا یک شهری به نام شهر عزیر، عزیر العزیریه، عزیریه، بله، عزیریه العزیریه به عربی میگه، درست، اونجا محل دفنش اون شهرشون هم هستش. تا الان خب وجه تشابه این پیامبر عظیم الشأن با آقای ما حسین علیه السلام، وجه تشابه خیلی جالبه، خدا میخواد بگه اون آبی که بر این 100 سال محفوظ شد و بر گردوندم نشون دادم، برام مهم نیست که روز عاشورا بر امام حسین ندادم، برای مظلومیت سید الشهدا رو میخوام نشون بدم که امام حسین از این دنیا تشنه لب رفت که مردم بدونن مظلومیت این امام حسین رو، و اون آبی که به او ندادم، یک آب کوثری بر او گذاشتم و یک آب فراتی که الان آب تبرک برای کل جهان استفاده میشه، و دعای با دعای امام حسین اون آب تا الانم مانند آب پابرکتی هستش، رود فرات، بله، رود فرات.
بعد اگر امام حسین خواست به اون کسانی که مرده بودن، دلهاشون مرده بود روز عاشورا، کسانی که آمدن بجنگن، متوجهی؟ بله. خواست بگه که انا یحیی العظام، چطور خدا این قلب های مرده رو پاک بکنه برگردونه؟ خدا خواست نشون بده به دیگران یک شیعه خدا براش خلق کرده. چند هزار نفر بودن اونا؟ به کمترین روایت 30,000 نفر تا 120,000. بله. خدا میلیون ها دل ها برای امام حسین، برای آقای امام حسین زنده اسلام زنده کرد. دقیقاً برای این شهر که اینجا بیابون بود، خرابه بود، احسنت، بله، این شهر الان زنده شده، شده بهشت، بهشت زمین و در حقیقت قبلگاه تمامی شیعیان. وقت امام زمانمون سلام میکنه چی میگه؟ میگه السلام علی عزیر الذی احیاه الله بعد موته. امام حسین شهید شدن ولی حی یرزق است. بله، زنده است. زنده است. ذکر امام حسین در کل جهان، در کل کشورهای جهان ذکر امام حسین هست. به جرأت میشه گفت که الان در عالمی که ما داریم زندگی میکنیم هیچ کس به اندازه آقای امام حسین علیه السلام زنده نیست. هیچ پادشاهی، هیچ رئیسی، هیچ مرجعی، هیچ شخصیتی، هیچ پیامبری، یعنی شاید این حرف یه خورده سنگین باشه، سنگینه، ولی مثل برای امام حسین مشخص نشده بر دیگر. حتی خدا هر جا میگن حسینیه، یعنی خانه امام حسینی، میگن خانه پیغمبره. درست. الان چقدر حسینی هست؟ خود آقا رسول الله هم قربون اسمشون برم، خب خودشون فرمودن حسین اون منی و انا من حسین. خب جد خب حسین اون منی، خب مشخصه دیگه، پدر بزرگ هست. 100% ما با پیغمبر دیگه نمیشه تو شوخی کرد. پیغمبر پیغمبره، سید الکائنات پیغمبره، روحی فدا. ولی ما میخواستیم فقط اینه بگیم چون این فرزند پیغمبر است و خدا خواست این سید را و این آقا، این سالار را نشون بده به دیگران و در طول تاریخ زنده نگه داره، که اگر کل دنیا بمیرد امام حسین اون دنیا رو زنده میکنه. همین الان میبینی امام حسین در کل جهان نمیگن حسنیه، بله، بعضیا میگن محسنیه، بله، ولی حسینیه خیلی داره. درست. میبینی هر کدوم از مردم شیعه در خونش یک اتاقی گذاشته، اینو میخوام بگم حالا اومد، هر کسی که شیعه حسین است، هر کسی که حسین را دوست دارد، هر کسی که از این کانال امام حسین متابعه میکنه و میبینه، توجه بکنه یک اتاقی را به نام حسینیه در خانهش بگذاره. به به، بسیار زیاد. یک پرچمی از به نام امام حسین اونجا بگذاره، یه مهر تسبیح یادگاری امام حسین اونجا بذاره، بحسن. که یک جای مقدسی باشه، اگر به نام امام حسین شد فرشتگان نازل میشه. جدا میگم گهگداری هم خانواده رو جمع بکن اونجا، همون با اعضای خانواده بشینن، از فضائل آقای امام حسین اهل بیت برام فضائل بگه، یک نواری بزنه، یا یک الان دیگه نوار زمان نوار نیستی که، درست، تلفن ها موبایل هست، بزن موبایل هست، نوحه چیزی بگذاره و بشینن دور امام حسین، یک غذای خانم خانواده بپزه اونجا بخورن، همونجا خودشون بخورن به نام امام، به نام امام حسین با برکت میشه. عزیزانی که در اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، هر جای جهان که باشید حسینی هستید، فارس باشید، عرب باشید، هر شناسنامه یا کشوری هم تابع باشید، این رو انجام برید، حتما 100% تأثیر میذاره به فرزنداتون، خصوصا کسانی که فرزندای کوچیک دارن، یک جای همیشه بهشون تلقین میکنن اینجا این زاویه، کل اتاق رو نگیر، یه زاویه اینجا حسینی است. من یکی از رفقا رو میشناسم، یک زاویه از اتاقش رو یه محراب درست کرده، پرچم امام حسین گذاشته اونجا، شب جمعه شمع روشن میکنه، یه دعا کمیل میخونه خودش فرزنداش، یک جو خاصی برای اونا درست کرده که هر شب جمعه بچه ها خودش میگن بابا امشب شب جمعه است، بریم حسینیه، بریم حسینیه، ای جانم. بعد برای بچه هاشم یه خود شیرینی هم میاره، چایی درست میکنه، شربتی. این مسئله چیز میشه در دل بچه هاش بر رسوخ میکنه، رسوخ میکنه تو زنده بچه هاش، حسینی میشن. دایم. اگر شما میخوایید فرزنداتون حسینی بار بیان و حسینی از شما دوره، ولی شما میتونید حسینی رو در خانه بیارید. احسن حاجی بیاتی، خیلی ممنون و متشکرم. من واقعا تشکر میکنم از حضرت عالی به خاطر بیان شیرینتون و اینکه درست ما داریم داستان پیامبران رو
در حقیقت مطالعه میکنیم و بازگو میکنیم، هرچند از آیات قرآن و روایات هستش، ولیکن بیان شیوا و شیرین شما لذت این مطلب رو چند برابر میکنه، بالاخص وقتی که ارتباطش رو با قضیه آقای امام حسین علیه السلام بیان میکنید. این پیشنهادی هم که فرمودید پیشنهاد بسیار زیبا و ارزنده بود. من اگر اجازه بفرمایید در این 3-4 دقیقه پایانی مقداری با بینندگان عزیز صحبت بکنم. باز حضرت عالی حاضر بعدی راجع به اینکه یک حسینیه در منزل خودتون قرار بدید و یک اتاقی گوشه ای از خونه رو، گوشه از اتاق رو به حسینیه، در حقیقت به نام حسینیه، اونجا یاد و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان بکنید اشاره کردن. اشاره بسیار به جاییست و آقای امام حسین علیه السلام به حق، به گردن همه ما حق دارند، چون آقای امام حسین علیه السلام اگر نبودند و خون با برکت ایشون نبود، مطمئنا الان این دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع به ما نمی‌رسید. خداوند بزرگ و منان رو شاکریم از اینکه به ما هم افتخار داده تا در کربلا در شبهایی که گذشت با ویژه برنامه منم مشترکان در خدمتتون بودیم و دست یاری به سمت همه شما عزیزان دراز کردیم. همچنان میتونید با ارسال عبارت منم مشترکان به شماره‌هایی که دائما زیرنویس میشه در زیر گیرنده هاتون در حقیقت مشترک بشید با این شبکه و اون حسینیه خونتون رو یک منبری از منبرهای آقای امام حسین علیه السلام به نام شبکه امام حسین علیه السلام رو درش قرار بدید، منبری که به تمام جهان داره نور آقای امام حسین علیه السلام رو گسترش میده. البته عزیزان در برنامه منم مشترکم اشاره کردند که خود آقای امام حسین علیه السلام معروف هستش و این خان کرم و خان نعمتی هستش که پهن هست و هر کسی با اشتراک خودش و کمک به شبکه امام حسین علیه السلام در حقیقت در این خان کرم و نعمت سهیم میشه و مسئله به نفع خودش هستش ابتداعا تا اینکه بخواد به نفع شخص ثانی باشه. من خوشحال میشم اگر بشنوم ببینم که تمامی حسینی ها، تمام افرادی که عشق و علاقه دارن با آقای امام حسین علیه السلام ارتباط برقرار میکنن، هرچند ما پیام های شما رو هم میگیریم اینجا واقعا لذت میبریم، انشاءالله تمامی کسانی که شبکه امام حسین رو میبینند سعی بکنن اولا دیدن این شبکه رو به دیگران هم پیشنهاد بکنن، حتما به دوستان آشنایان خودتون پیشنهاد بدید که شبکه امام حسین رو ببینن، چون در این شبکه معارف اهل بیت عصمت و طهارت راجع بهش صحبت میشه. در ثانی با هر اندازه، هر مبلغی که در توانتون هست، فکر نکنید به مبلغ ناچیزی میتونه باشه، نه، هر مبلغی که میتونید، یعنی کوچک نشمرید کمک های خودتون رو، هر مبلغی که باشه برای امام حسین علیه السلام و برای شبکه امام حسین علیه السلام مایه بگذارید، انشالله این مبالغ و این تبرعات و این کمک ها ذخیره شب اول قبر همه شما خواهد بود. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا دارم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و در حسینی هایی که در خونه خودتون انشالله برپا میکنید ما رو هم دعا کنید. ما هم اینجا نزد آقای امام حسین علیه السلام نایب زیاره شما هستیم. حاجا بعدی خیلی ممنون، متشکرم. بینندگان عزیز از شما هم متشکرم و خدا نگهدار. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من